فصلی که درخت شما شکوفه داره همونطوری که گفتم نمیتونیم سمپاشی بکنیم مگر اینکه اجبار باشه، یعنی اگه سمپاشی نکنیم میوه ها و شکوفه ها پلاسیده میشه، قارچ میگیره یا شته درختتون رو آسیب میزنه، آسیب شدید میزنه. توی این فصل درختای ما هنوز برگه های خیلی جوان و نارسی دارن. شته نه تنها میوه‌هاش خشک میکنه میریزه، بلکه این شهد درخت رو میمکه، این برگه ها همه ریز میشن، برگه ها همه زرد میشن، حتی این برگه ها هم میریزه، عملا درختتون کلا به فنا میره، دیگه نه میوه دارید نه درخت دارید. بس بهترین کار اینه که اجبارا سمپاشی بکنیم. ما نمیتونیم با چیزهایی که دلمون میخواد زندگی بکنیم، باید اون کاری رو که انجام باید بشه رو باید انجام بدیم. نمیدونم دیگه چطوری توضیح بدم. ما مجبوریم سمپاشی بکنیم. یه سری متاسفانه یه سری از کامنت ها رو تاثیر میذاره. از 100 تا کامنتی که برام میاد 99 تا شده، اما یکی میاد یه جور طلبکارانه میگه چرا سم زدی، چرا دنیا رو نابود کردی، چرا بمب هسته‌ای زدی، اون روی من اثر میذاره. سعی میکنم اونا رو نادیده بگیرم. من اون چیزی که بلدم، اون چیزی رو که تجربه کردم، اون چیزی رو که آموختم، اون رو با شما دارم به اشتراک میگذارم. تحت تاثیر همه ویدیوهای توی فضای مجازی قرار نگیرید. متاسفانه یه عده‌ای برای اینکه فقط برنامه بسازن، برای اینکه کسب درآمد بکنن، میان هر چیزی رو ترویج میدن. لطفاً خواهشاً دنبال حقیقت مطلب باشید. حرفای من رو همه رو کاملا قبول نکنید. یک کتاب بگیرید مطالعه بکنید در این خصوص. کتابای فراوانی وجود داره. قبل از اینکه اصلا چیزی به اسم فضای مجازی به وجود بیاد، کتاب وجود داشت و اون دوره ما که اسکول بودیم کتاب میخوندیم. بعد میرفتیم کار انجام میدادیم. یکی دو سال که ضرر میکردیم، بعد یاد میگرفتیم که آقا با امیال آرزوهای ما کار دنیا پیش نمیره. اون چیزی رو که هزار سال دانشمند و کشاورز و محقق انجام داده توی این کتاب نوشته، اونو باید انجام داد. حالا من اونو که تجربه هم کردم دارم در خیار شما میذارم و امیدوارم به کار شما بیاد و هر کجای دنیا که هستید کشاورزی پر رونقی داشته باشید. اگه دو تا سه تا چهار تا درخت دارید و سم هم در دسترستون نیست، میتونید برید تو طبیعت بگردید. لای علف ها، بوته های علف تو این فصل کفشگوزک هست. کفشگوزک ها رو پیدا کنید، کفشگوزک ها رو بیارید روی درختتون آزاد بکنید. کفشگوزک ها تمام این شته ها رو از بین میبره. از اون ورم اون شته ها رو کارشون مورچه ها انجام دادن. مورچه ها این کفشگوزک ها رو تکثیر کردن. شما مجبوری پای درخت ها یه خورده پودر مورچه کش بریزی که مورچه ها یا بمیرن یا فرار کنن، از اونجا برن. نمیتونیم هم هوای مورچه ها رو داشته باشیم هم هوای نسل بشر رو داشته باشیم. بعد از اینکه ما تلاش کردیم بیولوژیکی با اینا مبارزه بکنیم، کفش زکار رو آزاد کردیم، هیچ کاری از دستشون بر نیومد، مرحله آخر و اجباراً ما بایستی سمپاشی بکنیم. برای این سمپاشی از سم مالاتیون استفاده بکنیم. مالاتیون ضعیفتری نشونه، حتی ممکنه اون کفش دوزکا هم تا یه حدی جان سالم به در ببرن. یک در هزار، یعنی توی یک باک 20 لیتری اندازه 20 سیسی تا 25 سیسی این محلول رو قشنگ با آب مخلوط بکنید. غروب که دیگه هوا دیگه نزدیک تاریک شدنه، قشنگ اینو مه پاشی بکنید. مثل یه مه سبک همه جای درخت رو، همه این معاوته رو، اون برگای روی زمین و گل و علفای دوربرش رو قشنگ مه پاشی بکنید. کل این معاوته شتاها رو از بین ببرید. این راهیه که نهایتا ما مجبوریم استفاده بکنیم. اما اگر توی این فاصله 10-15 روز جان سالم به در بردید، میوهاتون اندازه فندق شدن، اون وقت میتونید با خیال راحت از همین محلول مالاتیون و آب استفاده بکنید. میتونید گوگرد رو با خیال راحت استفاده بکنید. گوگرد یکی از عناصری است که بسیار مهم و کاربردی هست و گیاه شما رو محافظت میکنه از انواع قارچ‌ها.
در قسمت های بعدی، در برنامه های بعدی بازم در خدمت شما هستم. راهکارهای بیولوژیک و شیمیایی رو ارائه میکنم خدمت شما و امیدوارم کشاورزی و باغ پر رونقی داشته باشید و به هدفتون برسید. ایام به کامتون. یه تخت کرده این بالا، یه فقط دست تخت این بالا کرده. خوب شد اینو من پیدا کردم، اگر نمی دیدم اینو کلاغا می خورده.